ادامه برنامه از فردا هست و بخش زیبایی و جلدی هست و امروز موضوعی که انتخاب کردیم روی خشکی چشم صحبت میکنیم با دکتر سیب حسین سمی، معالج امراض چشم. دکتر سیب خیلی خوش آمدین، درود خدمت شما. سلام بر شما، درود بر شما، سلامت باشین و یک سلام گرم دیگه تقدیم داریم به عزیزانی که امروز لحظه از طریق تلویزیون ما رو تماشا میکنه. سلام به بخش همکاران، بخش تکنیک، سلامت باشین. زنده باشین، خیلی خوشحال هستیم که امروز شما رو در برنامه داریم دکتر صاحب. موضوعی که امروز انتخاب کردیم خشکی چشم هست. حالا ببین، در اول صحبت‌های ما یک تعریف داشته باشیم از اینکه این خشکی چشم چی هست و چگونه به وجود میاد. خب ببینین، پیش از اینکه ما دقیقاً روی بحث خشکی چشم یا درایای بحث بکنیم، خب است که یک پیش درآمد، یک مقدمه در ارتباط با اینکه خب این خشکی چشم و یا این درای آی چی هست بهم یک مقدمه داشته باشیم. در واقع یا در اصل وقتی که ما چشمای ما از لحاظ آناتومی که بس میشن، اینه که لایه اشکی که در روی چشم ما وجود داره، یعنی لایه اشکی که در چشم ما موجود هست، بله، از سه طبقه ساخته شده. طبقه روغنی است و طبقه آب، طبقه مخاط. این لایه اشکی وقتی که ما پلک میزنیم باعث میشه که چشم ما مرطوب باشه، چشم ما تغذیه شه و یک دیدی خوب و سالم را داشته باشیم. و اما بس زمانی که بس روی خشکی چشم یا درای آی هست، این است که این درای آی یا این خشکی چشم یا کسهایی که از خشکی چشم شکایت داره چی هست. تعریفی که معمولا برای خشکی چشم وجود داره میگن هر زمانی که لایه اشکی بر اساس یا کیفیت یا کمیت دچار نواقص میشه و همراه با این نواقص اشک ممکن است سرخی چشم، خارش، سوزش و همچنان تاری دیده داشته باشیم، اون زمان است ممکن است ما بگیم که خشک چشمی دچار هست یا فرد دچار خشک چشمی هست. بسیار عالی، خیلی خوب. علائم و نشانه های خشک چشمی نظر افراد اشخاص های متفاوت است یا یکسان است؟ معمولا خب وقتی که ما بس روی علائم اعراض باشه، یعنی که خب طبق یک استاندارد یا طبق یک معمولا علائم ما تمرکز میکنیم، اعراضی که معمولا از طرف کسایی که دچار خشکی چشم هست اینا شکایت میشه، سرخی چشم هست، سوزش، خارش خیلی زیاد هست و احساسی یک جسم اجنبی در داخل چشمشان است. احساس میکنن که، یا به طور عامیانه بگیم که احساس میکنن که داخل چشمشان چیزی مانند ریگ رفته باشه و همچنان حساسیت شدید به نور داره. چون اینا معمولا اعراضی هست که از طرف مریضایی که دچار خشکی چشمی یا درایای هست شکایت میشه. و اما بحث علائم میشه این است که تنها علائمی که ممکن است دکتر صاحبا با برخورد بکنه یا ببینه نزد افرادی که دچار خشکی چشمی هست، این است که سرخی شدید چشم دیده میشه، معمولا همراه با سرخی شدید تاری دید. یعنی علائمی که معمولا باعث تاری دید میشه اونا بر افرادی که ممکن است بر خیلی کسای دیگه همچنان باشه، ولی معمولا بر افرادی که دچار خشکی چشمی هست اینا معمولا دیده میشه. بله، بسیار عالی دکتر صاحب. حالا اشخاصی که از لنزهای نمایشی یا از لنزهای زیبایی استفاده میکنن یا اشخاصی که سر و کارشان بیشتر با کامپیوتر هست، آیا در نزد این شخص ها هم این خشکی چشم به وجود میایه؟ دقیقاً ببینین، وقتی که بحث ما روی علت ها و عوامل ایجاد کننده خشکی چشمی هست، یک از علت ها و عواملش کسایی است که معمولا سر و کارشان با اسکرین، نمایش کامپیوتر و موبایل هست، چون اینا مراتب پلک زدنشان بر هم میخوره، یعنی کم میشه. هر زمانی که هر علت و عواملی که باعث میشه این نظم پلک زدن کم بکنه یا مراتب پلک زدن ما کم شوه، باعث میشه که ما دچار خشکی چشمی شویم. این یک علت. و در مجموع عواملی که باعث ایجاد خشکی چشمی میشه، سن هست که معمولا افراد کهنسال با تغییرات هورمونی باعث میشه خشکی چشمی برشان ایجاد شوه. و بحث دوم جنسیت هست. جنسیت معمولا زنان زودتر دچار خشکی چشمی میشه، یعنی شایع هست در بین زنان.
و علتهای دیگه ای که باعث ایجاد خشک چشمی میشن امراض سیستمیک هست. امراض سیستمیک مثلا آرتریت و روماتیزم باعث میشه که خشک چشمی را ایجاد بکنه برای افراد، و همچنان امراض خود چشم است، مثلا بلیفرایتس یا التهاب پلکا، و همچنان یک دو مرض دیگه است به نام اکتروپیون و انتروپیون. انتروپیون پلکا تطور میکنه به طرف داخل و اکتروپیون تطور میکنه به طرف خارج. هر زمانی که اتفاقا بیفته ممکن است فرد دچار خشک چشمی شود. این علت های معمولا علت هایی که باعث ایجاد خشک چشمی نزد افراد میشه. بله خوب. باز میتونه همزمان هر دو چشم را متاثر بسازه، یا بعضی اوقات در نزد افراد هست که فقط یک چشمش خارش داره، مثلا درد داره، و یک چشم دیگه سالم هست؟ خب ببینین، اگر در ارتباط با بحث درد و خارش باشه که تشخیص شده خشک چشمی هست، بدون شک در صورتی که امراض چشمی نباشه هر دو چشم درگیر میکنه، و زمانی که باشن انتروپیون یا اکتروپیون باشه، مثلا یک چشم ممکن دوچاری مرض شده باشه که یک پلک به طرف داخل دور خوردگی داشته باشه، ممکن است همون چشم را دوچار خشک چشمی شده باشه که همون امراض در همون چشم است. فرض کن چشم دیگر سالم هست، ولی چشمی که دوچار مشکلی مرض شده، این چشم دوچار خشک چشمی شده. ولی در مجموع در صورت که تیار فیلم یا لایه اشکی دوچار نواقص میشه، همون قسمی که گفتیم، یا از لحاظ کمیت یا از لحاظ کیفیت، دوچار نواقص میشه، بدون شک هر دو چشم درگیر میکنه. بله بسیار. حالا شخصی که دوچار خشکی چشم میشه دکتر صاحب، و یا همه غده چشم که باعث میشه که اشک تولید کنه ولی از یک جای به بعد دیگه اشک تولید نمیکنه، این چه مشکلاتی را میتونه با وجود بیاره؟ ببینین، در مجموع وقتی ما میگیم که بحث لایه اشکی یا تیار فیلم، معمولا تیار فیلم از غدواتی هست که در پلک وجود داره، از اینا تولید میشه که بنامه غدوات میبومین میگه، و ای در حدود 5% اشک ما رو تشکیل میده که همین لایه اشکی برشان میگه. ولی یک غده دیگه هست به نام لکریمال گلند یا غده اصلی اشک که در حدود 95% اشک ما رو تولید میده. در حالت عادی یا در حالت روزمره همین 5% اشک که از غدوات میبومین تولید میشه روی چشم ما قرار داره. ولی در صورتی که مثلا یک ریاکشن خاصی دارین، شما فرض کنین یک فرد گریه میکنه یا از لحاظ خوشحالی باشه، از لحاظ که غمگین باشه فرد گریه میکنه، این غده اصلی یا لکریمال گلند فعال میشه و به خاطر است که اشک زیاد رو ما از دست میدیم، یعنی اشک زیاد تولید میشه. بنابراین در حالت روزمره همون غدوات میبومین هست که 5% اشک ما را تولید میکنه و این روی چشم ما موجود هست، جدای از این که این لایه اشک باعث از این میشه که چشم ما نرم باشه، چشم ما به سادگی بتونیم پلک بزنیم. جدای از این، یک از دلایل تغذیه قرنیه هم به حساب میاد. فرض کنین همین لایه بیرونی چشما که به نام قرنیه میگن و اصطلاح عامش که شاید به نام شیشگک چشم بگن، این اولین و آخرین اعضایی هست در چشم که بدون اویه هست، اویه خونی نه، و بنابراین تغذیش از اشک است. این لایه اشک باعث از این میشه که جدا از یک مادید خوب سالم داشته باشیم، جدا از یک ما یک چشم نرم و پلک زدن ما آسان باشه، خب باعث از این میشه که تغذیه قرنیه را بهتر داشته باشه. بسیار خوب. خلالی در کل دکتر صاحب، یعنی راه های حفاظت از چشم که به چشم آسیب نرسه و با بیماری های مختلف و گوناگون ما دچار نشویم و بخصوص با خشکی چشم دچار نشویم، چی باید بکنیم؟ ببینین، راه های جلوگیری که از خشک چشمی وجود داره این است که اولین کاری که ما شما میتونیم مراتب پلک زدن خود را منظم کنیم. فرض کنین شما مثلا یا کسایی که با اسکرین سر و کار داره، با موبایل کمپیوتر، اینا کاری که میتونه
مراتب پلک زدن خود زیاد کنه. چون زمانی که ما با اسکرین کار میکنیم یعنی که ما دقت بیشتر میکنیم و این دقت بیشتر باعث میشه که مراتب پلک زدن ما کم شه. و زمانی که مراتب پلک زدن ما کم میشه این طبیعی است که خوشکشمی بر ما ایجاد میشه، چون همون لایه اشکیه یا تیر فیلمی که وجود داره و هر مدت بعد میشکنه. و زمانی که ما پلک میزنیم پس دوباره این لایه اشکیه چی میشه؟ ترمیم میشه. یعنی زمانی که ما با اسکرین سر کار داریم این لایه اشکیه ممکن است وقتی که ما پلک نمیزنیم تخریب شه یا بشکنه. زمانی که این میشکنه باعث میشه خوشکشمی ممکن است ایجاد شه. این یکی. نکته دوم این است که کوشش کنین در محیطی که کار میکنین یا در محیطی که هستین هوای مرطوب داشته باشه. هوای خشک باعث میشه خشکشمی ایجاد شه. این نکته دوم. نکته سوم میتونین که ساده ترین راهکارش این است که شما کوشش کنین آب زیاد نوشجان کنین. مثلا در طول روز از 8 تا 10 گلاس آب نوشجان کنین. این جدا از اینکه بر دیگر اعضای بدن فایده خاص خود داره، از کمابی بدن جلوگیری میکنه، باعث میشه که یک مقدار تاثیر روی عشق و خشک چشمی هم داشته باشه. و همچنان نکته چهارم این است که مثلا شما در فضای باز یا در جای بیرون که هستین کوشش بکنید عینک آفتابی استفاده کنید. و این عینک آفتابی باعث میشه که حداقل نورهای مضری که از خورشید میای روی چشما برخورد میکنه و محیط، چون اگر جایی که محیط معمولا آلوده باشه، گرد و خاک باشه، از گرد و خاک جلوگیری میکنه. اینا معمولا راهکارهایی است که برای جلوگیری از خشک چشمی و سلامت چشم در مجموع وجود داره. این راهکارهایی است که هر فرد یا هر کس میتونه به بسیار سادگی اقدام به جلوگیریش بکنه. یعنی خیلی سخت و خیلی به دور از دسترس نیست. بله بسیار عالی دکتر صاحب. حالا این خشکی چشم دکتر صاحب دیده هم کم میکنه یا خیر؟ دقیقاً خب همون بحثی که ما و شما داشتیم اینه که یک از اعراضش، یک فرد مثلا خب شاید کسی باشه که خیلی بس یا خیلی معلومات در ارتباط با خشکی چشمی نداشته باشه، ولی اون که مراجعه میکنه دقیقا با تاری دید مراجعه میکنه، یعنی با کاهش دید یا با خیرگی دید مراجعه میکنه. میگن که خب بعد از مدتی بعد از اتفاقی دید ما ضعیف شده، در حالی که مثلا معایناتی که در ارتباط با دید هست اجرا میشه میبینن که دیدش از لحاظ خطای انکسار از لحاظ دید نرمال هست، هیچ مشکلی نداره. ولی این تاری دید باعث شده که این عواملی که باعث تاری دید شده همون خشک چشمی بوده. اینی بعد اول باید خشک چشمی تداوی شده، بعد تاری دید مطابق با همین تداوی خشک چشمی تداوی میشه، مگر اینکه این تاری دید از علتهای دیگه ایجاد شده باشه که اون در ارتباط با بحث معایناتش تشخیص میشه. و این تشخیص در صورتی که از لحاظ دید نرمال باشه، خب ممکن است که خشکی چشمی باعث شده باشه که دید فرد خیره شده باشه. نه. اگر یه خشکی چشم بزرگتر سه پیشرفته تر شده باعث میشه که شخص بینایی خود از دست بده؟ دقیقا وقتی که ببینین خشکی چشمی یا رای های درمانی هم داره در کنارش؟ خب دقیقا رای درمان داره، ولی اینکه خب ببینین اینطوری ما فرض کنیم کسی که معلومات در ارتباط با بخش صحت چشم نداره یا مثلا در جاهای زندگی میکنه که مراکز صحی چشم وجود نداره، چون متاسفانه ما شاهد این بحث هستیم. خب در اکثر جاهایی که دوردستی که ما میبینیم یا مریضایی که مراجعه میکنه اصلا مراکز صحی چشم وجود نداره متاسفانه. خب اینا ممکن است که در مراحل ابتداییش متوجه نباشن، در مراحل پیشرفتش زمانی متوجه میشه میبینن که ما یک بحث دیگه در ارتباط با خشکی چشمی داریم، اینه که اوپاسیتی قرنیه میگن یا همون کدورت قرنیه یا همین اصطلاح عامش کدورت شیشگک چشم اتفاق میفته. و زمانی که این اتفاق بیفته مراحل پیشرفته خشکی چشمی هست در صورت تداوی نشدنش و این باعث میشه که به متاسفانه به نابینایی بیانجام. درست. بسیار عالی. خب دکتر صاحب، کسی که دچار خشکی چشم شده قبل از اینکه پیش دکتر مراجعه بکنه به خاطر از اینکه آسیب بیشتر نبینه چشمش، چی کار اولیه را انجام بده؟ خب ببینین زمانی که یک فرد دچار مشکل میشه، در صورتی که یعنی تشخیصی که
خودشان برای خودشان میمانه که واقعا خشک چشمی هست. در صورتی که این خشک چشمی بوده یا مثلا در مراحل قبلی که مراجعه کردن در مراکز های سی چشم اونا برشان تشخیص کرده خشک چشمی داره، اینا میتونن از به بسیار سادگی از اشک مصنوعی استفاده کنن که در دواخانه ها موجود هست، عوارض جانبی کمی داره، میتونن از اینا استفاده بکنن. خب روز 4 قطره یا 6 قطره در هر 2 ساعت بعد یا 3 ساعت بعد میتونه اینا استفاده بکنه که اشک مصنوعی قابل دسترس در هر دواخانه در هر شهر وجود داره. ولی بحث اینه که اینا قسم استفاده بکنه که کوشش بکنه یک برند خاصی را که برشان فایده داره، یعنی فایده میکنه، او را انتخاب بکنه. ممکن است یکی دوبار اگر از اشک مصنوعی استفاده کردن ممکن است نتیجه نگرفته باشن، خب برن یک برند یا یک کمپانی دیگه را استفاده بکن تا این ببینه که نتایج از چه رقم است. و بحثی بعد اینه که اگر در صورتی که خب هیچ دسترسی به هیچ چیز نداره، اینا کوشش بکنه که همون مراتب پیل زدن خود از یاد بکنن با سر کارشان، با هر چیزی که هست، با اسکرین هست، با موبایل هست، خب متاسفانه با موبایل که هست همیشه هر کسی با موبایل استفاده میکنه، اینا میتونه پلک زیاد بزنه، مراتب پلک زدن خود زیاد بکنه و کوشش بکنه در هوای خشک و محیط خشک زیاد نباشه، در محیط مرطوب باشه، آینک آفتابی استفاده بکنه. اینمی راه های حل برای کسی است که اینا بر نحوی نمیتونه رسیدگی بکنه به مراکز صحی چشم. اینا میتونه از راهکارهای اولیه هست که اینا میتونه در خانه انجام بده. بله، بسیار صحبت های خوبی را داشتیم دکتر صاحب. اگر در اخیر هم در این مورد کدام نکته ای مانده باشه؟ خب من فکر میکنم که شاید چیزهایی که مهم و ضروری بوده باشه شما در سوالاتتان گنجاندین، ولی در بحث یک چیزی که من فکر میکنم مانده این است که در بحث درمانش، درمان خشک چشمی معمولا تداوی خشک چشمی این است که یک از راهکارهایش این است که شما کوشش بکنین در صورتی که مراحل پیشرفته نیست از اشک مصنوعی استفاده بکنید. هر برندی که بر شما فایده میکنه، یعنی یک برند خیلی خاص وجود نداره که حتما شما از برند یا از کمپانی استفاده بکنید. هر کمپانی، هر برندی که بر شما فایده میکنه از اون استفاده بکنید. این یکی. در مراحل پیشرفتش دو راهکار دیگه وجود داره. یکی این است که از تیوب های سیلیکونی که وجود داره، اینا مجرای اشک توسط دکتر چشم بسته میشن تا اینکه افراز کمتر شود. این یکی. دومی که در صورتی که خب این راهکارم نتیجه نداره برای فرد و این مریض، راهکار سوم اینه که ممکن است دکتر معالج تصمیم بگیره که ماجرای اشکی را به طور همیشه بسته کنه. این سه راهکار وجود داره در ارتباط با درمان و تداوی خشک چشمی که افرادی که دچار خشک چشمی هست باید متوجه باشن که در این مراحل دوم و سوم نرسن، کوشش بکن در مراحل اولیه تداوی بشه و جلوگیری بشه. خیلی تشکر از صحبت آقا. سلامت باشید. زنده باشید. خوش آمدید.